به نام خداوند و عرض سلام به خبرهای این ساعت آریانا نیوز با من احمد زبیر حبیب زاده خوش آمدید. فاز سوم عملیات طوفان 21 در نواحی حوزه دوم امنیتی شهر کندز پس از چاشت روز یکشنبه آغاز شد. مسئولان امنیتی میگویند هدف از این عملیات کاهش تهدیدها و ایجاد پایگاه‌های امنیتی برای تامین امنیت بهتر کندز است و این برنامه با دیگر عملیات‌ها متفاوت است. به سلسله عملیات‌های زمستانی موسوم به طوفان 21 در روستاهای اطراف شهر کندز، دامنه عملیات نیروهای امنیتی به مناطق تپه مرچ و دند ناصری‌های مربوط حوزه دومی امنیتی شهر کندز کشانده شده است. مقامات شامل عملیات هدف از راه اندازی عملیات‌ها در روستاهای اطراف شهر را ایجاد بیس‌های امنیتی برای تأمین خوبتر امنیت می‌خوانند و می‌گویند در حال اجرا شدن فاز سوم عملیات طوفان 21 هستند که تاکنون طالبان مقاومت نشان نداده احتمالاً بدون درگیری از ساحه متوارد شده باشند. شما در جریان هستین عملیات مشترک نیروهای امنیتی فعلا در ساحات خوستی ها، شنواری ها، اندرابی ها فعلا جریان داره. عملیات به این منظور آغاز شده اول در قدم اول پاکسازی همین قرجاتی که فعلا عملیات جریان داره از وجود مخالفین است. باشندگان محل میگویند در جریان همین سال چندین بار گواهی رو اندازی چنین عملیات ها بودند که نتیجه خوب نداشته است و با توقف عملیات دوباره طالبان ساحات را تصرف کردند. با باوری آنان در این عملیات ها تنها غیر نظامیان آسیب میبینند. عملیات فایده نداره، غیر نقص در برادرهای ما غیر نقص میرسه. ما میخوایم که یک کاری باشه که به این مردم رنگ دیده یک رای نیکی و یک رای روشنی و یک رای تفاهم پیدا شد. اینجا پوسته ایجاد کنه برای مندقه مردم آرام شوه. ها خانه مردم از خانه به پایش کجا بروی؟ بر شهید هم شده یک در هموطان ها. اما مسئولان میگویند این عملیات با عملیات های گذشته تفاوتی چشمگیری دارد. به گفته آنان در مناطقی که از اداره طالبان تازه آزاد میگردد بیز و پاسگاه های جدید ساخته می شود و نیروهای تازه نفس نیز مستقر خواهند شد. عملیات زمستانی بر ضد مخالفان مسلح دولت در ولایت زابل راه اندازی شد. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که این عملیات مشترکاً توسط نیروهای امنیتی افغانستان پیش برده می شود. به گفته آنان در صورت نیاز نیروهای هوایی نیز شامل عملیات خواهند شد. مسئولان امنیتی ولایت زابل میگویند که پیش از بهار سال آینده تمامی مراکز و مخفیگاه های مخالفان مسلح دولت را در این ولایت از بین میبرند. با گفته آنان به همین منظور عملیات زمستانی نیروهای مشترک افغان در این ولایت آغاز شده و مراکز و مخفیگاه های مخالفان در آن هدف قرار خواهد گرفت. مسئولان می افزایند که در این عملیات نیروهای هوایی نیز شرکت خواهند کرد. موجود جمعنی عملیاتونه هم پا منظم شکل بانده تر هاو تبین سویدی او انشاءال رحمان پا دیرجر شکل بانده پا اغا ورسواله که زی وصلوالو مخالفین شتون ال تدی کشفی اطلاعاتو پر اساس بانده راپور ورد کرسوه ده پر اغیب مقابل که بجیدی اقدامات وسی تو چووشی که ولی ده امنیت صحیح تلا نور هم ده زابر ورد مربطه که پر اخواله ورکو او ده وصلوالو مخالفین و اغا پر تنزاین او محالات چی دوی ده خلکو ده آرام جوان ده پار تحریدات رمانسه که اغا لمنزویس. وای تاکید دارد که در این عملیات بر حفظ جان غیر نظامیان تاکید شده است. زابل ولایت مربوطاتی که وسلوال مخالفین پر وړاندې منظم عملیاتی پلانونه طرحه او د هوایی حمایت سره سره د وسلوال مخالفینو پر چنځایونه او هغه تحرکات چې دوی د خلکو لپاره د امنیت تهدید رامنځته کوله هغه ترسره شوي دي چې مثبتې نتیجې او پایلې درلودلې. پیش از این گروه طالبان گفته بودند که حملاتی را بر مناطق مختلف زابل انجام داده اند که این گفته ها از سوی مسئولان امنیتی رد شد. جنگ و ناامنی تمامی فرصت ها را از کودکان گرفته و آنان قربانی اصلی خشونت ها در این کشورند. فعالان حقوق در بغلان می گویند که کودکان این کشور در شرایط بد امنیتی اقتصادی و روحی زندگی دارند، در حالی که نهادهای مسئول برای رفع این تهدیدها کمترین توجه را نداشته است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل به همکاری فعالان حقوق بشر در بغلان روز جهانی اعلامی حقوق بشر را با شعار محافظت از اطفال گرامی داشتند. ما یک مسئله بسیار مهم حقوق بشری را مورد مطالعه قرار می گیریم در این برنامه.
او هست محافظت اطفال در منازعات مصالحانه. بدون شک این موضوع در ولایت بغلان چون که یکی از ولایت‌های جنگ زده هست بسیار مهم است. مسئولان و فعالان حقوق بشر در بغلان میگویند که ناامنی‌های اخیر بیشترین قربانی را از کودکان گرفته است. فقر اقتصادی یکی از مشکلات جامعه باسته که همگی به این چالش مواجه هستند. ناامنی یکی از موضوعات گسترده است که متاسفانه امنیت نامناسب باعث ازی شده که ما نمیتونیم بیشتر قضایای از خشونت و نقض حقوق بشری به صورت درست مورد پیگرد قرار بدیم. که جنگ در سه قسمت بالایت فار صدمات و یا اونو تاثیرات فوق‌العاده خود میگذارد که عبارت از صدمات روحی است، روانی اطفال متاثر میسازد و صدمات فیزیکی هست که عملاً اطفال را شهید مجروح میسازد و فرصت‌های اطفال میگیرد که عبارت از نیازهای تعلیمی هست. فعالان حقوق بشر رواج‌های ناپسند جامعه تبعیض خانواده‌ها در برابر دختران و محروم شدن آنان از حق آموزش و پرورش را از چالش‌های دیگر می‌دانند که هنوز در جامعه افغانی به پیمانه زیاد وجود دارد. شمار از باشندگان جوزجان برای تحکیم وحدت ملی و پشتیبانی اصول در کشور در شهر شبرغان گرد هم آمدند. اشراق کنندگان در این برنامه می‌گویند از جنگ خستند و از مخالفان می‌خواهند که از جنگ دست بکشند. صدها باشنده جوزجان در شهر شبرغان گرد هم جمع شده و طی نشست حمایتشان را از سال در کشور اعلام نمودند. لطف‌الله عزیزی ولی جوزجان باشندگان این ولایت را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده از مخالفان می‌خواهد دست از جنگ بردارند و به روند سال یک جا شوند. هم تصمیمیه، هم از سوی هم شماری از باشندگان جوزجان میگویند هدف از این گرد همایی پایان دادن به جنگ و پشتیبانی از روند سال در کشور است. ورونه چې په شبرغان کې ژوند کوي دا ټول نن دې شورا ته راغلي او د سولې لپاره هم علیزل کوو، کوشش کوو چې د علماو د طریقه، د سپینږرو د طریقه، متنفذینو د طریقه، مخالفین د دولت سره هم همیشه د سولې کوششونه وکړو چې په دې وطن کې سوله راسي. سوله یګانه ارزو د ټول ملت، ټول ملت افغانستان خصوصا د جوزجان د خلکو ارزو ده سوله. ما به خاطر ایجاد هماهنگی بین اقوام خود اعلام موجودیت در ولایت جوزجان نمودیم. ما نمیتونیم با کنار رفتن مشکلات را حل بسازیم، وحدت ملی را به وجود بیاریم. طبعا با کنار آمدن میتونیم وحدت ملی و اتحاد و اتفاق را به وجود بیاریم تا باشد مشکلات خود در یک جامعه حل و فصل نماییم. مقام های مسئول در جوزجان میگویند برنامه های مشابه از سوی باشندگان شمال در ولایت های مختلف راه اندازی شده و مردم خواهان برقراری صلح و تامین امنیت سراسری اند. دهم دسامبر 70مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در بلخ گرامی داشت. رئیس کمیسیون حقوق بشر در شمال از وضعیت بد حقوق بشری در سال 2018 سخن میزند. هفتادمین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان جنگ در شهر مزار تجلیل شد. مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال از وضعیت بد حقوق بشری و افزایش ناامنی در ولایات شمالی نگرانی می کند. می گوید در جریان سال 2018 در ولایات سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل 95 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان زخمی و 40 تن دیگر جان باخته است. ما یکی از بدترین سالهای وضعیت حقوق بشر در شمال افغانستان تجربه میکنیم. در جریان سال ناامنی ها در شمال افغانستان بیشتر شد و ولایت فاریاب چند بار نزدیک به سقوط رسید و مسیر ولایت جوزجان بلخ اکثر اوقات ناامن شد، مخصوصا در این اواخر. بلخیان تاکید دارند که حکومت و جامعه جهانی برای تامین امنیت مردم، کاهش خشونت ها علیه زنان و فراهم نمودن شرایط بهتر زندگی برای مردم تلاش کند.
حقوق بشر نقص میشه، حقوق خانما پامال میشه، قتل ها و کشتارهای دست جمعی وجود داره، ولی با وجود از هم البته امیدواری های وجود داره که در رابطه به اینکه مثلا امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر، خود اعلامیه یک از جمله ابتکارات است که بشر در واقع توانستن که از این طریق حقوق بشر نهادینه بکنن. جای بسیار تاسف است که در ولایت های گوناگون، در ولایت های مختلف ناامنی ها و جار و جنجال ها و کشمکش هایی که در جامعه افغانی ما امروزه وجود داره، ما نمیتونیم که به خوبی و درستیش از اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر از او استفاده بکنیم. در جریان سال 2018 400 قضیه خشونت علیه زنان و 20 قضیه نقض حقوق بشری ثبت کمیسیون مستقل حقوق بشر شمال شده که به 120 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی صورت گرفته است. سید محمد سامی مسئول کمیسیون حقوق بشر شمال میگوید اگر دولت و جامعه جهانی برای تامین امنیت دست به کار نشود، فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته و وضعیت بدتر از این خواهد شد. نقض حقوق بشری در ولایت ننگرهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان در کمیسیون حقوق بشر ننگرهار میگویند که نزدیک به 500 پرونده نقض حقوق بشری نزد آنان ثبت شده است. مسئولان در کمیسیون حقوق بشر در گرامی داشته از روز جهانی حقوق بشر میگویند که نقض حقوق بشری در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته آنان در سال روان 492 پرونده نقض حقوق بشری نزد آنان ثبت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد. از این میان 214 مورد خشونت در برابر زنان، 90 مورد خلاف ورزی سربازان افغان و 88 مورد دیگر موارد مختلف نقض حقوق بشری را در بر می گیرد. در تفکیک دی در نقض موارد یا سلطات یا چه ما اشاره اخرلا در بیل موارد دی، نوی مورد در بیل مورد دی او یو سلو 214 مورد در بیل موارد دی. نماینده دفتر یونما و مسئولان کمیسیون حقوق بشر میگویند که در سال روان چالش ها در برابر آزادی بیان و خبرنگاران نیز در این ولایت افزایش یافته است. اما مسئولان میگویند که خشونت در برابر بانوان در این ولایت کاهش یافته است. شپک نوی کل که من تقریبا یو سلو شپک نوی قضایه وی لخص و چهر پریاست که ثبت و رجستر در لودلی او دا و نوی کل دا شروع سخت تر دیده ما پوری منگ یو سلو پینزه قضایه وی دا مختلف و نویتون لرون که لرو جده دی سخه بعضی قضایه وی چه دی مشکلات و دا خپل دا خص و چهر پریاست که دا میانجیگری لطریقه دا قضایه و تا سپاسگزارم از امراهیتان به خبرهای ساعت.